اخبار را با گزارشی درباره موج انفجارها در عراق ادامه می‌دهیم. با ادامه بحران امنیتی و کشتار در عراق، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط دولت عراق، خشونت‌ها در عراق در ماه ژوئیه منجر به کشته شدن 989 نفر شده است. همچنین 1567 نفر آمار مجروحین است. بر این اساس ژوئیه مرگبارترین ماه در عراق از آوریل سال 2008 تا کنون می باشد. خبرگزاری فرانسه افزود علاوه بر مشکلات عمده امنیتی، دولت مالکی در تأمین خدمات پایه‌ای مانند برق و آب آشامیدنی شکست خورده است و همزمان فساد گسترده‌ای در عراق وجود دارد. العراق على مفترق طرق. هذا ليس اعلان حرب بل هو احدث ما صدر عن تلویزیون الجزیره در گزارش از انفجارها در عراق گفت تنها در روز گذشته انفجارها در چند استان حدود 20 تن را کشت و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. وزارتخانه های کشور، دفاع و بهداشت با صدور آماری اعلام کردند که 989 نفر در نقاط مختلف کشور در ماه ژوئیه کشته شدند. عراق بر سر دوراهی است. این اعلام جنگ نیست، ولی جدی‌ترین گزارشی است که از سوی بانکمون صادر شده و گفته است عراق بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. در همین حال وزارت کشور عراق با صدور دستورالعملی به مردم هشدار داد که با هر کسی که به تروریست ها پناه بدهد یا با آنها همکاری کند با شدت برخورد خواهد کرد. هشدارهایی که فعال کردن کار بر اساس قانون جنجال برانگیز تروریسم را به اذهان متبادر می کند و به نیروهای امنیتی مالکی اختیارات گسترده ای برای دستگیری های خودسرانه عن عرض تقدمت به طهران الى رئيس الوزراء نور المالكي لارسال وحدات من الحرس الثوري الايراني للمساعده في استتباب الامن بعد ان بات واضحا ان القوات الامنيه العراقيه اصبحت عاجزه عن فعل اي شيء لايقاف العنف المتصاعد في البلاد. تلفزيون بي بي سي جهاني در گزارشی از انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در بغداد گفت در اثر انفجار بمبی در داخل این مسجد 6 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند. به گفته شاهدان عینی امام این مسجد بمبگذار انتحاری را در آغوش گرفت تا از کشتار بیشتر جلوگیری کند. ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجفی با ابراز شگفتی پیشنهاد رژیم ایران مبنی بر اعزام مزدوران سپاه پاسداران برای حفاظت از عراقیان کرد را محکوم کرد و گفت این کار اوج توهین به عراق و نقض آشکار حاکمیت از دست رفته را نشان می دهد. ائتلاف متحدون طی یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد دخالت آشکار رژیم ایران در امور عراق چیزی جز ویرانی و مصیبت برای عراق به بار نیاورده است. این اطلاعیه می افزاید آیا امروز رژیم ایران به فکر حفاظت از جان مردم عراق است؟ یا این پیشنهاد پیامی واضح است مبنی بر اینکه رژیم ایران امروز حاکم بر عراق و حاکم بر بسیاری از تصمیم گیری ها در عراق است؟ ائتلاف متحدون در اطلاعیه خود دولت عراق را به اعلام موضع صریح در قبال چنین دعوت هایی که در میان سکوت خفتبار این دولت تکرار می شود فرا خواند و اضافه نمود نیروهای ملی عراق به هیچ دخالت جدیدی که بهای آن خون بیشتری از مردم عراق است رضایت نخواهد داد. دکتر ظافر العانی از رهبران العراقیه نیز درباره پیشنهاد رژیم ایران برای اعزام پاسداران به عراق گفت نفوذ و حضور عملیاتی رژیم ایران در خاک عراق بر کسی پوشیده نیست. این وضعیت همکنون در عراق جاری است. دخالت رژیم ایران تنها در عراق نیست و امروزه دخالت این رژیم در همه کشورهای عربی آشکار شده است که از طریق ایجاد فتنه‌های مذهبی انجام می شود و هدفش تشکیل دولت ولی فقیه است. وی افزود این وضعیت کنونی عراق است. گروه‌های سیاسی هستند که خودشان را سربازان ارتش خامنه‌ای می دانند و به نیابت از خامنه ای این وظیفه را انجام می دهند. دکتر ظافر العانی گفت این وابستگی به جایی رسیده است که رژیم ایران حتی در عزل و نصب ها نیز دخالت می کند.